درود بر شما. با 180 ثانیه سه شنبه 22 مهر ماه همراه ما باشید. وبسایت تجارت نیوز خبر داد خرید و فروش تلفن همراه در پاساژ علایالدین تهران تا پیش از ظهر در پی تلاطم بازار ارز متوقف شده است. فروشندگان این پاساژ تا ساعت 14 هر روز تلفن همراه نمی فروشند و بعد از پایان زمان کار بازار ارز در ایران و مشخص شدن نرخ جدید ارز اقدام به فروش با قیمت جدید می کنند. بیش از 150 تن از کارمندان سابق سازمان ملل، یونیسف، دانشگاهیان و اعضای جامعه مدنی امروز سه‌شنبه از وضعیت باقر و سیامک نمازی در ایران ابراز نگرانی جدی کرده و خواستار آزادی فوری این دو نفر شدند. نامه درخواست این فعالان در پنجمین سالگرد حبس سیامک نمازی منتشر شده است. رئیس سازمان بهزیستی گفته رشد جمعیتی ایران در سال 2050 به صفر میرسد. او گفته با توجه به این آمار نگرانی کنونی در مورد رشد جمعیت ایران حتما باید جدی گرفته شود. رهبر جمهوری اسلامی در سالهای اخیر چندین بار از سیاستهای کنترل جمعیت انتقاد کرده و خواهان افزایش جمعیت شده است. سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، از شناسایی 4108 مورد جدید کووید 19 در کشور خبر داد و گفت طی 24 ساعت گذشته 254 نفر بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند. عباس هاشمی، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، از افزایش 130% مؤلفه‌های تولید نسبت به سال 98 خبر داد و گفت تولید کنندگان مرتبط با این صنعت معتقدند طبق مستنداتی که به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان ارائه دادند، باید قیمت محصولات تولیدی را افزایش دهند. عموی کجوان الماسی، جوان 30 ساله، میگوید او با دو گلوله نیروهای امنیتی کشته شده، اما خانواده اش زیر فشار مجبور شدند بگویند او مشروب خورده و تصادف کرده تا بتوانند جنازه او را تحویل بگیرند. عموی او میگوید به محض ورود جنازه به سنندج، ماموران اطلاعات خانواده را مجبور کردند شبانه او را دفن کنند. به گفته فدراسیون فوتبال پرتغال، کریستیانو رونالدو، کاپیتان تیم ملی این کشور، به کرونا مبتلا شده است. رونالدو برای شرکت در بازی‌های ملی در اردوی پرتغال حضور داشت که پس از مثبت شدن جواب آزمایش به خانه فرستاده شد.